صحبت های دو مهمان دیگر رو شنیدیم، به خصوص صحبت های آقای شیبانی راد که میگن حتما باید اختلاف ها هم مطرح بشه بین گروه های مختلف سیاسی. میخوام نظر شما رو بدونم در این باره که چطور میتونن بله این شورا رو تشکیل بدن. بله حتما باید همینطور باشه. یک اختلافات واقعی وجود داره. این اختلافات همونطور که مثال زدم، بر فرض امروز وقتی مثلا مشروطه خواها و جمهوری خواها مطرح میشه، فقط این نیست که در حکومت آینده چطور باشه که بسیار اهمیت داره. ما دیدیم همین امروز در رابطه با مفهوم رهبری و وکالت چقدر تمایز داره. یعنی در یک طرف وکالت به عنوان یک فرد، به عنوان شاه رهبر میتونه مطرح باشه، در حالی که در ایدگاه مثلا جمهوری خان ما یک رهبر نداریم، رهبرهای متعددی داریم. از فرض کن کسانی مثل خانم نسرین ستوده و نرگس محمدی و نمیدونم کیوان صمیمی و بهاره هدایت و غیره که هر کدوم نقشی داشتن در جنبش، تا کسانی که سازمان‌های سیاسی و جریانات سیاسی مسئولینش هستند و در یک مقطع معین برای مسئولیت معینی مثلا ریاست جمهوری یک مسئول تعیین میشه. و بنابراین این دو تا دیدگاهیه که حتما این اختلاف وجود داره، یا همینطور که فرض بکنیم مسائل دیگه‌ای که طبیعتاً میتونه مطرح باشه. ولی برای اینکه چطور برخورد کنیم، ما باید ببینیم که بدونیم که بین یک ائتلاف تا دشمنی راه‌های مختلفی برای رابطه نیروها وجود داره و ما باید مسائل مختلفی رو موازی هم به کار بگیریم. یک، بین همه نیروهای سیاسی باید مسئله دیالوگ و گفتگو رو حاکم کرد. باید نیروها بتونن با هم حرف بزنن. خب چطوری؟ باید بتونن هم صحبت بکنن و باید بتونن در این صحبتشون عناصری که همزیستی با یکدیگر زیر سوال میبره نفی بکنن، کنار بگذارن. اگر نیرویی میاد میگه من چپ رو قبول ندارم که در آینده ایران حضور داشته باشه، طبیعتاً این دو تا نیرویی که چپ با یک چنین نیرویی اصلا هیچ وقت نمیتونه همکاری بکنه یا مشابه اون. باید بنابراین یک مسئله دیالوگ بین نیروها در چهارچوب اینکه اختلافات رو روشن بکنن، رو میز بذارن، با هم صحبت بکنن و بتونن رقابتشون رو در چارچوب یک رقابت سیاسی و نه اتهام و خصومت و دشمنی به کار بگیرن. خب آقای فتاح‌پور یه لحظه اجازه بدیم به من. الان توی این موضوع شما و آقای شیبانی راد که از حزب ایران نوین هستن اتفاق نظر دارین که باید یک دیالوگ برقرار بشه، ولی چگونگیش رو نمیگید که چطور میتونن سر یک میز بشینن. الان شما به عنوان یک جمهوری خواه و آقای شیبانی راد به عنوان یک مشروطه خواه، ما الان داریم با هم صحبت میکنیم. این هم جزی از دیالوگ میدونم. ما همین الان در اینجا که نشستیم داریم با هم صحبت میکنیم و داریم بحث میکنیم. طبیعتاً این بحث ما برای گشودن راههای مشخصیه که بفهمیم اختلافات چیه. ولی وقتی که به جای این دیالوگ دشمنی و خصومت باشه، اتهام باشه، مثلا فرض بکنیم حمله به تمام کسانی که در انقلاب بهمن شرکت داشتن و مخالف رژیم پهلوی بودن به این معنا که اینها نمیتونن دیگه در حیات سیاسی ایران نقش داشته باشن چون مخالف رژیم سلطنتی بودن، این مسائل مطرحه، اینا دیگه دیالوگ رو می‌بنده. و بنابراین باید بتونیم دیالوگ کنیم، اختلافات رو روی میز بذاریم و این دیالوگ الزاما این نیست که می‌خواد به همکاری منجر بشه، باید بشناسیم همدیگه رو، بتونیم با هم صحبت بکنیم. دو، یک سلسله مسائل ملی وجود داره که در این مسائل ملی اتفاق نظر هست و میتونه باشه یا باید باشه. مثلا فرض کنیم سرکوب وجود داره، اعدام میشن کسانی، مهم نیست که این اعدام یک سلطنت طلب، یک کرد، فارس، زن، مرد، کارگر، نمیدونم سرمایه دار، هر چی هست، مهم اینه که کسی به خاطر مخالفت داره امروز اعدام میشه یا به زندان میفته. در رابطه با اعتراض به این مسئله، یک مسئله عمومیه که وجود داره. برای این باید ارگانهایی که ارگانهای سمتگیری حزبی نباشن بتونن تشکیل بشن و در یک چنین اعتراضاتی کسی از کسی نباید بیاد بپرسه که شما چه موضعی دارید و کسی هم نباید به خاطر این که بخواد نیروی حزبی یا نیروی گرایشی خودش تقویت بکنه در این مبارزه شرکت کنه. در اینجا باید مبارزه کرد برای یک خاص معین.